اینجا هم حسابی شده پاتوق ما. یعنی خوبه، تو هم به جای ارزون عادت میکنی، خیلی راحت هم میشه حرف زد. به نظر من که خیلی خوبه. البته تو که زیاد حرف نمیزنی، اما خودم تو رو به حرف میارم. چون میخوام یه چیز مهمی بهت بگم. به کسی نتونستم بگم. نگو. به هیچ وجه سعی نکن به من چیزی بگی، مخصوصا اون چیزی که به هیچ کس نتونستی بگی. اصلا نگو. پرم. تو خرخره پرم به خدا. داملا، از صبح تا حالا رفتارت خیلی عجیب شده. انگار یه چیزی شده، با همیشه فرق داری. خب حرف بزن، حرف بزن، بگو. یکم به خودت بیا. به خودت بیا که منم بتونم باهات حرف بزنم. مگه نمیگم دلم نمیخواد بدونم؟ وقتی نمیتونی به کسی بگی پس حق نداری به منم بگی. فکر کن منم جز اون هیچ کسم. راست میگی، تو هم جز هیچ کس به حساب میای. غیر از این چی میتونم باشم؟ پس بهتره موبایلمو پیش تو جواب نده. وای جواب نده جیوان، برو اون طرف حرف بزن. باشه، همین کارو میکنم. بگو رفیق. داداش من با اوستا آیهان حرف زدم، توی مرکز یه شعبه زده، اگه میخوای میتونی بری اونجا کار کنی. اگه مشکلی نداری بگو، چون منتظر خبرمه. باشه قبوله. من که دیگه انگیزه ای برای موندن ندارم. احمق. زیر چشمی نگاه کن ببین کی زنگ میزنه، دختری یا پسری. حتی زیر چشمی هم نگاه نکردی خنگ خدا. خب کی بود؟ ها؟ به تو چه؟ من همینطوری پرسیدم، وگرنه راست میگی به من چه؟ کی بود؟ وقتی رفتم اون ور حرف زدم، پس حتما کسی بوده که نباید جلوی تو باشه. خیلی سرم اومدم هواخوری، ولی تو انگار آدم نمیشه، همش میخوای مخفی کاری کنی. تمام میشه، راحت میشه. امروز فردا تمام میشه. خیلی خوب بلند شد دیگه. منو باید ببری پیش دوستم، شب اونجا میمونم. معلوم نیست میخواد شوهرشو طلاق بده یا بره جنگ. سحر معلوم هست چی کار میکنی، نزدیک بود سکته کنم. خب دارم چی کار میکنم، دیدم یخچال کثیفه، گفتم یه خورده تمیزکاری کنم. ببینم بازم خبری شده. زیر لب با خودت چی میگفتی؟ داشتی یه چیزی میگفتی. جریان طلاق چیه ها؟ نکنه چیزی شنیدی؟ نه نه بابا، این چه حرفیه سحر؟ مگه من فالگوش وامیستم که چیزی بشنوم؟ نه بابا میدونم این کارا رو نمی کنی. چی بگم؟ چند روز پیشم تو بودی که میگفتی دخترت با شوهرش روی تخت نمیخوابه. گفتم شاید. تو میخوای از من حرف بکشی؟ چی کار کنم آبجی نورتن؟ مگه میشه جور دیگه ای تو این خونه از چیزی سر در آورد؟ تو که دیروز حال منو دیدی، فقط خدا میدونه که تو این دنیا دارم چه عذابی میکشم. گفتم باز اگر قراره اتفاقی بیفته یه موقع شوکه نشه. نه ترس، ربطی به دخترتو نداره. آقا آگاه اینا شنید خانم میخواد از آقا آگاه طلاق بگیره. ماشین آگاه خان نیست. بهتون گفته بودم اجازه بدین زنگ بزنم. بی خود این همه راه تا اینجا اومدم. باشه. منتظر میمونم.
نمیتونین بیاین داخل، حتما باید اجازه آقا آگاه باشه. مشکلی نیست، همینجا منتظر میمونم. آقا تشریف بردن شهر، شما با این کارتون دارین ما رو تو شرایط سخت قرار میدین. خیلی خوب، شما میتونین برگردین سر کارتون. خوش اومدین جمر خانم، من دکتر آقا ندیمم. سلام. من خیلی خوب میدونم شما کی هستین، حتی میتونم بگم شما رو از دور میشناسم. قطعا همینطوره. ندیم همین اطرافه؟ تو درمان فیزیوتراپی. میشه ببینمش؟ یا اینکه اصلا نبینمش؟ اگه نبینمش خیلی بهتره نه؟ میشه یه خورده با هم حرف بزنی؟ حرف بزنی؟ با من؟ جالبه. یعنی تو اولی نگاه فهمیدین که نیاز به یه روانشناس دارم؟ من با عنوان دکتر آقا ندیم میخوام با هاتون صحبت کنم. شنیدم که پرستارش بودی. بله همینطوره، اما چون سابقه خوبی نداشتم الان دیگه نیستم. به نظر میاد آقا ندیم تو زندگی شما خیلی چیزا رو تغییر دادن. آره کاملا درسته، قرار بود من زندگی اونو تغییر بدم اما اون زندگی منو تغییر داد. میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟ راستشو بخواین من یه روانیم. اولش واسه سرگرمی شوهر خواهرمو دزدیدم، بعد رفتم با پسرعموی ندیم ازدواج کردم. هر از گاهی هم از این حرکتای عجیب میزنم. با لباس دیوونه ها که نمیخواین از اینجا منو بفرستین. معذرت میخوام، اعصابم یکم خورده. اصلا مهم نیست، فکر کنم بهتره یه کار دیگه کنیم. من از شما سوال میپرسم، شما هم جواب بدین. مثلا جایگاه شما تو زندگی آقا ندیم چیه؟ من تو زندگی ندیم به هیچ دردی نمیخورم، یعنی جز اینکه بهش صدمه بزنم به هیچ درد دیگه ای نمیخورم. هر کاری هم کردم بهش آسیب رسوندم، یعنی همه چی بی خودی بود. خلاصه یه کلام، اینکه میتونین به من بگین بی ارزه ترین دختری که تا امروز دیدین. واقعا ببخشید، من نمیتونم، من به درد شمام نمیخورم. جمره خانم، نمیدونم خوشتون میاد یا نه، اما آسیبی که به ندیم رسوندین خیلی بهش کمک کرد. الان میره همه زحمتمون رو به باد میده. چی کار کنم آقا خان؟ بندازمش بیرون؟ مگه آشغاله که بندازیش بیرون؟ تو اونجا ورداشتی بردیش. گوشی رو بده ببینم، گوشی رو بده. خانم دکتر اومدن بردنشون داخل. چی؟ بردتش پیش ندیم؟ نه نگران نباشین، آقا ندیم تو اتاق فیزیوتراپی هستن. خانم دکتر، البته دقیقا متوجه نشدم، اما انگار برای چی صداشون کرده. گویا میخواستن باشون حرف بزنن. ها؟ حرف بزنه؟ باشه، حرف بزنه. کارم تموم شد میام، بگو منتظرم بمونه. پر رو، خیلی پر رو. وقتی پرستار بود چی بود که الان عروسمونه چی؟ یه غلطی کردیم، اشتباه کردیم، معذرت خواهی هم کردیم، حالا اومده میخواد رو سرمون سوار شه. اه. بیا امضا میخوای دخترم؟ من امضا نمیخوام آقا آقا، اینو وکیل شنیز خانم آوردن. Thank you.
همین الان بهشون تحویل دادم شنیز خانم. آقا آگاه اینقدر ناراحت شدن که باید قیافشون رو میدیدی. آخ عزیزم، اگه بدونی من خودم تو چه حالیم. ممنون. خدا دشمن آدمم گیر این شنیز خانم نندازه. آمین. ولش کن بابا، اونا دوتا بچه دارن. درسته که دل خوشی از هم نداریم، اما خدا خودش خبر داره. من دلم نمیخواد زندگی هیچ کس خراب شه، اون زنه هم نمیخواد. تو از زندگی اون خبر نداری، اون نور چشمی مادرشه. ولکن ولکن، کافیه، نمیخوام. اصلا دوست ندارم بشینم اینجا غیبت اون بنده خدا رو بکنی. من خودم به اندازه کافی بدبختی دارم، خودم از دست این دو دختر دارم دیوونه میشم. حالا فقط همینم مونده که بشینم قصه شنیز خانومم بخورم. تو هم حق داری به خدا، چرا دروغ بگم؟ روز اولی که اومدین تو این خونه با خودم گفتم که این زن از پسرش خیر نمیبینه، اما خدا خیرشون بده، دخترها از پسرت هم بدتر در اومد. خیلی ممنون. این الان فوش بود یا تعریف بود نورتن خانم؟ نه بابا، نه جونم، پسرت خیلی خوب شده. آها، اما بزن به تخته که چش نخوره. بزن. آره با خدا. منشی جلوی در نبود، وقت داری؟ بیا تو. من هیچ وقت نتونستم مثل باباهای دیگه باشم که از روی این صندلی بلند میشن و به پسرشون میگن من همیشه برای تو وقت دارم پسر عزیزم. اشکالی نداره، همین که حرفشم میزنی ارزش داره، خیالت راحت. از دیشب تا حالا دارم به یه چیزی فکر میکنم. دلم میخواست زمان به عقب برگرده و احتمالا دلت میخواست برگردی به اون شبی که 9 ماه قبل از تولدم اون داستان پیش اومده، بری دور دنیا رو بگردی. تو میدونی این اخلاقت به کی رفته؟ من پسر مادرمم. مادرت نه، به عموت رفتی. اونم مثل تو همیشه مسخره بازی در می آورد، واسه هر حرفی جوابی داشت که بزنه. جوری تو چشمات نگاه میکرد و یه حرفی میزد که تا 40 سال بعدم نمیتونستی جوابشو بدی. اصلا نمیفهمیدی داره شوخی میکنه یا جدی میگه، داره تیکه میندازه یا منظوری نداره، خدا میدونه. پس آدم جالبی بوده. بگو ببینم برای چی اومدی؟ اومدی یه بار دیگه شرمندم کنی؟ بیا. آقا آقا، حضر خواهی میکنم، باید یه امضای مهم ازتون بگیرم. بیا دخترم. دیگه؟ بگیر ببینم. بگی بشین. بگو، میشنوم. برای چی اومد اینجا؟ تعریف کن. یه چی، همینجوری سر را گفتم یه سری بزنم. تو هم خسته ای، بهتر من دیگه برم. صبر کن، بشین، کارت دارم. اگه تو هم نمی اومدی من بهت میگفتم بیا. حالا که اومدی بهتر پدر و پسر یکم درد و دل کنی. بگو ببینم، زندگی زن و شویی چطوری میگذره؟ همه چی خوبه؟ بفرمایین بقیهش باشه. آی ننم ننم ننم، ببین چه شرکتی دارن، از پولشون از اینجا در میان.
مامان بزرگ، این کارمون هیچ سودی نداره. هر کی میخواد احمق بمونه، هر کی میخواد زرنگ باشه. برو ببینم، برو. بعد اونم اتفاق، اشتباهای زنه، اشتباهای تو، کاری که من کردم، دیگه لزومی نداره هی بگیم اینطوری شد اونطوری شد و علکی وقت تلف کنیم. شما توی ازدواج 3 روزه به اندازه 1 سال امتحان پس دادین. البته خود ازدواج امتحانه. آره، 2-3 روزه که هیچی، حتی یه عمر، حتی اگه یه عمر کنار زنت زندگی کنی بازم امتحان تمامی نداره. یعنی نمیتونی به این راحتی ها کارنامه قبولی تو بگیری دست راست تو بگی قبول شدم. بابا شما و مامان، امتحانای شما خیلی زود شروع شد. خودت میدونی در رابطه با ازدواجت دلم چی میگه، اما من اجازه دادم بیاین برای دست بوسی. حتی اگه به دلم نشسته باشه، حتی اگه هضمش نکرده باشم، حتی اگه هنوزم یه سری سوالات تو ذهنم باشه، اما من ازدواج شما رو بخشیدم. و حالا بعد این اتفاق آخر، دقیقا نمیدونم تو چه حالی هستین، اما من به عنوان پدر، به عنوان وظیفه پدری، از ازدواج تو جمره حمایت میکنم. شما دیگه خانواده منید. مامان بزرگ، چیه؟ هی باید برم دستشویی. خیلی خوب، باشه، برو برو، زود برگرد. ببخشید، ببخشید خانم محترم، کجا تشریف میبرین؟ دختر قشنگم، من با آگاه خان کار دارم. ببخشید وقت قبلی داشتین؟ شما کی هستین؟ من فامیلشم، یه فامیل دو طرفه. یه لحظه. راستشو بخواین، تا قد نیاوردیم، گفتیم اینجا برسیم خدمتتون. جرنم از دیشب تا حالا داره گریه میکنه، میگه بابا آگاه منو نبخشیده، اجازه نداد دستشو ببوسم. به خدا نمیدونستم چیکار کنم، ترسیدم بلایی سر بچهش بیاد، دستشو گرفتم و وردمش اینجا. هنوزم درد داره آگاه خان. رفت دستشویی، یکم دیگه میاد. دفعه بعد قبل اومدن تماس بگیرین لطفا. نریم خانم، من نمیدونم چرا دم به دقیقه جلوی من سبز میشین. بفرمایید، گوشم با شماست، بگید. ای وای این داستان که بابای بچه منم دروغ از آب در اومد. آره جرن خانم، تو هیچ میفهمی چی داری میگی؟ تو خودت میتونی این حرفایی که میزنی و باور کنی؟ های ببین جنگ، این بچه برای توه، اونم کار مادرت بود. حتی مامان بزرگم هم به شک افتاده، اما من هیچ شکی ندارم، جفتمونم خیلی خوب میدونیم که مادر تو یه کاری کرده. به خاطر تو نزدیک بود زندگیم زیر رو بشه، میفهمی؟ به خاطر تو نزدیک بود زندگیم نابود بشه. میدونی چقدر عذاب وجدان داشتم؟ واقعا؟ عذاب وجدان داشتی و اون کارا رو میکردی؟ آره، فکرشو بکن. منو ببین، تا زمان زایمان مثل آدم زندگی کن، از منم فاصله بگیر، چون الان دیگه عذاب وجدان ندارم.
ما از این اتفاقایی که پیش اومده واقعا ناراحت شدیم. خودتون حال و روزمون رو دیدین، هممون به جون هم افتادیم. آخه من پیرزن چه گناهی کردم که تو این سن به خاطر آبروی نوه باید قصه بخورم؟ دلم نمیخواد سر شما غر بزنم، اما در نهایت شما یه پدری، یه تهمت سنگینی به ما زدی. اگه تهمتی زده باشم فقط به نوت نبوده، به پسر خودم هم تهمت زدم. و حالا بهم بگو چی میخوای، چون نمیخوام با نوتم همکلام شم. ما غرورمون رو زیر پامون گذاشتیم و اومدیم اینجا. ما چشمون دنبال پول و ثروت نیست آگاه خان. سرمون انداختیم پایین و اومدیم اینجا که یه خواهشی ازتون بکنیم. بگین اون خواهشتون چیه زودتر؟ بگید دیگه. نوام شوهرشو میخواد آگاه خان. شما که ما رو توی آپارتمان زندانی کردیم، این دختر بیچارم که با این وضعیتش هر سرکوفتیو شنید، حتی نمیدونه شوهرش کجاست. آخه مگه میشه؟ من به خاطر تمام بدیایی که در حق شوهرم کردم معذرت میخوام. آخه خدا رو خوش میاد به خاطر یه اشتباه بچگانه این بلا رو سرش بیاری. شما که دیروز معذرت خواهی کردیم. من از نوه تو معذرت خواهی نکردم. این حرفتون اصلا درست نیست آگاه خان. مگه این طفل معصوم دشمن شماست؟ تهمتی که حتی نمیتونم به زبون بیارم و به نوام زدین. میگین از همه به جز این دختر معذرت خواهی کردم. مگه این به شماها چه بدی کرده؟ بردار نگاه کن. بردار ببین. ببین چرا نوه جلوی اون تهمت دهنشو بسته بود. چیه؟ چرا اونجوری نگاه میکنی؟ خبر دادی؟ آره میدونی مگه نه؟ جنگ میخواد بره آمریکا. حالا فهمیدی چرا نریمان خانوم؟ دیدی چطور با پر روی تمام وایستاد جلوی برادر زدم اسم جنگ رو داره میاره؟ دلم نیمد به مادرش نشون بدم، چون لزومی نداشت. بس بیشتر از این دهن منو وا نکنید. یه بار دیگه بدون اجازه حق نداره این پاتونو بذارین اینجا. تو هم نمیتونی برادرزاده ای منو ببینی. پسرمو که تو خوابت هم نمیتونی ببینی. میری و منتظر زایمانت میمونی. اسم منو برادرزاده ای منو تو اون دهن کثیفت نمیاری. حالا؟ بفرمایید بیرون. بعد از اون بچه سعی میکرد که اونو بفرسه به دنیای قبلیش، اما سباستیان دوست نداشت به دنیای قبلیش برگرده. دلش میخواست جواهرات فرزند ماهو به دست بیاره. در همین فکر بود که یادش اومد فرزند ماه شایدم دلش نمیخواست که به جواهراتش برسه. میتونم حدس بزنم این حرفام شما رو به چه فکری میندازه. شاید دلتون بشکنه یا حتی احساس کنین بهتون بی احترامی شده، اما باید بدونین حداقل برای اینکه بتونین دوره درمانی ندیم رو بهتر درک کنین، باید به این نتیجه برسین که شما هم میتونین برای خوب شدن اون مفید باشین. معذرت میخوام. من واقعا خوب نیستم. یعنی ذهنم خیلی به هم ریخته است. این منم که باید معذرت بخوام. اگه من واقعا دکترتون بودم بهتون میگفتم که این حرفا رو از ذهنتون بیرون کنین و دیگه هم بهش فکر نکنین، اما من دکتر ندیمم. شما بازم موقع تصمیم گیری به حرفای من یه بار دیگه فکر کنین.
هر زهری یه پادزهری داره و هر آرزویی میتونه واقعیت داشته باشه. آدم ها تا زمانی که مطمئن نباشن آرزوشون برآورده نمیشه، تا سالیان سال همش آرزو میکنن. اما اگه مطمئن باشه که آرزوش برآورده میشه، اون وقت دیگه فقط یه چیزیو میدونه، اینکه هیچ وقت نباید اون آرزو رو میکرد. چیزی که بهش امیدوار بود فلاکتش و چیزی که ازش متنفر بود راه نجاتش بود. جمره بریم. آقا خان گفتم منتظر بمونیم. گفتم بریم. جمره نریم، نه خیلی خطرناکه، خواهش میکنم آروم باش. الان میافتیم. نریم، خواهش میکنم. نریم، صبر کن. اون به خاطر تو نیومده اینجا. اگه میخوای از پله ها بیفتی و برگردی سر خونه ی اولت، اگه میخوای همه چیو از اول شروع کنی، باشه ادامه بده. اما اگه میخوای تسویه حساب کنی، صبر کن. اگه میخوای تاوان پس بدن، سر پا بمون. Thank you.
تسویه حساب، تسویه حساب. معنای لغتی؟ یعنی شفاف‌سازی وضعیت موجود بین طرفین. یعنی گرفتن حساب از کسی که ازش طلبکاری. تسویه حساب. تسویه حساب یعنی صحبت متقابل برای اینکه هیچ طلب و بدهی نمونه. به معنای مجازی یعنی گرفتن انتقام برای ضرری که از طرف مقابل به تو رسیده. جمره، جمره، میدونم خواب نیستی، باشه، پس بذار سورپرایز بمونه. خب خانم دکتر، با عروس هم درباره چی حرف زدیم؟ البته اگه مشکلی هست ایرادی نداره که نگین. مسلماً که نمیتونم بگم آقای آقا. اینجوری که نمیشه، شما هرچی به نفعتونو میگین، هرچی به نفعتون نیست نمیگین. من که نمیخوام فضولی کنم، قصدم دخالت کردن تو روند درمان نیست، فقط میخوام بدونم. من حرفای لازمو به عروستون زدم آقای آقا. به عنوان یه دکتر ازتون میخوام بیشتر از این بحثو ادامه ندین لطفاً. این چه حرفیو میزنین خانم دکتر؟ خانم دکتر، یکیشون برادرزادمه، یکیشون عروس همه، مگه میشه تو این مسئله دخالت نکنه؟ اما مسئله به شما مربوط نمیشه. یعنی حداقل الان فقط بین برادرزادتون و عروستونه. اگه دخالت کنین نه تنها فایده ای نداره، بلکه ممکنه صدمه هم بزنین. اجازه بدین جمره خانم خودشون تصمیم بگیرن. چی؟ چی؟ چه تصمیمی میخواد بگیره جمره خانم ها؟ من نمیفهمم این چه دکتریه. خدای خودت صبر بده. باشه پسر باشه، بهت گفتم جلوی مادرم نمیتونم حرف بزنم. ای بابا دو دقیقه صبر کن، صبر کن. آه. بگو ببینم، میگی فردا؟ آخه من هنوز به مادرم نگفتم میخوام برم، نمیشه یه مقدار عقب بندازی؟ نه داداش، من تصمیم خودم رو گرفتم، دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم، بمونم بیشتر اعصابم به هم میریزه. دمت گرم. پس میگی یا فردا یا هیچ وقت. باشه، من فردا با اولین اتوبوس میام. باشه، خدافظ. به سلامتی کجا تشریف میبری؟ دختر تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه من تو رو نبردم خونه دوستت؟ درسته، ولی دلم خواست برگردم، زیاد حوصله مهمونی نداشتم. باشه، خوب کردی که برگشتی، اومدی اینجا چرخ بزنی. نمیخواد مسخره بازی در بیاری، حسد پرسیدم کجا میخوای بری. آره چیزه، هیچی، میخوام تقسیم رو ببینم، با اتوبوس میخوام برم تقسیم، یکم حال و هوام عوض شه. جیوان من دارم میرم. یعنی چی دارم میرم؟ میخوام برگردم شهر. میشه مزخرف نگی جیوان؟ میدونی چیه؟ این کار من بین اون همه اتفاق احمقانه درست‌ترین کار ممکنه. من از روزی که پامو گذاشتم تو این خونه نه دیگه بچه مادرم به حساب میام، نه برادر خوبی تونستم باشم. اتفاقای این خونه تمومی ندارن. واسه این بگو دمت گرم جیوان، اونو نادیده بگیر جیوان، نکن جیوان، بس کن جیوان. همه چی از اولم تقصیر من بود. وقتی بابات گفت پولو میدم دخترتونو میگیرم، باید میرفتیم. اگه من اون غلطو نکرده بودم ما خیلی وقت پیش رفته بودیم. من باعث شدم که تو اون غلطو بکنی. بگذاریم، مهم نیست.
من هر کاری تونستم کردم. دیگه واقعا اعصابم نمیکشه. دیگه نمیتونم اینجا بمونم، چون اگه بمونم کلن دیوانه میشم. تو امروز اینو میخواستی به من بگی؟ خب چرا قبل از هر کسی میخواستی به من بگی ها؟ صدا تو شنیدم، حتی هنوز به مادرتم نگفتی. چرا من؟ همینجوری بیدلی تو هم که نذاشتی بگم، گفتی من هیچ کسم. خوب شد اون حرف رو زدی. اصلا ولش کن، فعلا که هیچ کس فهمید. الانم میرم به مادرم میگم، بعد رامو میکشم. حق نداری به مادرت چیزی بگی. نه تو اینطوری نگو، لازم نیست بگیم مادر، به تو نمیاد. جسارت میشه. گوش کن چی میگم، هر چقدر که دلم بخواد جسارت میکنم. خیلی خوب فهمیدیم. یه خورده دیگه بخوای جسارت کنی دستم میشکنه، ول کن. پس نذار دستتو بشکنم، تو حق نداری جایی بری. چرا نمیتونم برم؟ واسه نرفتنم یه دلیل میتونی بیاری؟ فقط یه دلیل بگو. تو دنبال دلیل میگردی؟ داملا